دوستان، اولین نکته‌ای که باید به اون توجه داشته باشید مسئله خواستن واقعیه. مسئله که آیا واقعا من میخوام چیزی رو یاد بگیرم یا جوگیر شدم؟ واقعا دوست دارید این مهارتی که الان تو ذهنتون هست رو یاد بگیرید؟ واقعا دوست دارید نوازنده گیتار بشین؟ واقعا دوست دارین به سمت علاقتون برین؟ بازم تاکید میکنم، حالا این مثالی که میزنم همونجور که اسمش روش هست فقط مثاله و منظورمون در این دوره آموزشی هر چیزی که شما دوست دارید یاد بگیرید. خب واقعا میخوایم چیزی رو یاد بگیریم و جوگیر شدیم، رفتیم توی مهمونی یه چیزی رو دیدیم، یه نفر دیدیم حالا یه گیتاری دستشه داره میزنه، میگه به به منم دوست دارم گیتار رو یاد بگیرم، نوازنده گیتار بشم. یا رفتیم یه جایی دیدیم یه نفر خیلی قشنگ صحبت میکنه، میگه منم برم سخنرانی رو یاد بگیرم، اصول سخنرانی رو یاد بگیرم، سخنران خیلی خوب بشم. یا یه نفر رو میبینیم مجسمه‌های قشنگی ساخته، میگیم به به من برم مجسمه سازی رو یاد بگیرم. نه، اول باید تکلیف خودمون رو با خودمون روشن کنیم، به اصطلاح باید ببینیم با خودمون چند چندیم، آیا واقعا میخوایم چیزی رو یاد بگیریم یا جوگیر شدیم. و صحبت من در این دوره آموزشی با اون عزیزانی که واقعا میخوان یاد بگیرن، واقعا میخوان یاد بگیرن. پس اگر میخواید چیزی رو یاد بگیرید با من همراه باشید تا بهتون بگم چگونه در یک ماه اون خواستتون و اون علاقتون بهش برسید و اون مهارتتون رو یاد بگیرید. کتابی است تحت عنوان The 5 Second Rule نوشته خانم میل رابینز که این کتاب به فارسی، حالا در حال حاضری که دارم این فایل رو ضبط میکنم هنوز به فارسی ترجمه نشده، اما محتوای کتاب چی میگه؟ محتوای اصلی کتاب قانونی هست تحت عنوان قانون 5 ثانیه. قانون 5 ثانیه چی میگه؟ میگه اگر میخواید کاری رو انجام بدین، مهارتی رو یاد بگیرید، یه اقدامی رو انجام بدین، فقط تو 5 ثانیه به خودتون فرصت بدین که اون کار رو به سرانجام برسونید، یا به عبارت سریع‌تر یک استارتی بزنید براش. به عنوان مثال شما الان با خودتون فکر میکنید که من میخوام نوازنده گیتار بشم، 5 ثانیه پاشید کاری بکنید، 5 4 3 2 1 و از آخر بشمارید، یعنی از 1 شروع نکنید، چون از 1 شاید شما شروع کنید خیلی همینجور برید جلو بگید 1 2 3 4 5، نه اینجوری درست نیست، برعکس 5 4 3 2 1. من خودم این قانون رو اجرا کردم، واقعا ازش جواب گرفتم، تو هر کار این قانون کارسازه. من عادت دارم صبح زود از خواب بلند بشم، معمولا قبل از طلوع آفتاب بیدار میشم، اما زمانی که میخوام از تو رخت خواب بیرون بیام خیلی برام دردآور بود، هنوزم برام سخته که صبح از توی رخت خواب بیرون بیام، خصوصا صبحای زمستون که هوای خورده سرد هم هست. وقتی با این قانون آشنا شدم این کار برام راحت تر بود، یعنی به معنی که چشمامو باز میکردم قبل از این که با این قانون آشنا بشم همینجور توی رخت خواب غلط میزدم، یه ربع ساعتی طول میکشید تا از رخت خواب بیام بیرون، اما وقتی که با این قانون آشنا شدم دیگه به معنی که چشمامو باز میکردم به خودم میگفتم 5 4 3 2 1 و از رخت خواب میپریدم بیرون و به کارهای روزمره آماده میشدم، میرفتم بیرون و به کارها میرسیدم، اگر قرار بود هر کاری انجام بدم میرفتم به اون کار، میرفتم به سراغ دفتر کارم و خلاص هر کاری که میخواستم انجام بدم. و فوق العاده این قانون به من کمک کرد و در وقتم صرف جویی شد. اما شما را چگونه باید از این قانون استفاده کنید؟ میخواید مثلا نوازنده گیتار بشید، همین الان پاشید، فرصت به خودتون ندین، بگیم 5 4 3 2 1 و بلند بشید یه کاری بکنید، یا زنگ به اون رفیقتون بزنید که نوازنده گیتاره، بگو دوست من دوست دارم که این نوازنده گیتار یا آموختن گیتار رو یاد بگیرم، دوست دارم نوازنده گیتار بشم، چی کار بکنم؟ یا زنگ بزنید به یک مؤسسه آموزشی، یا برید تو روزنامه ها بگردید، یا سرچ تو اینترنت کنید، خلاصه از همون لحظه شروع کنید، دیگه نگید فردا، نگید یک ماه بعد، نگید وقتی
فلان مسئله شد، وقتی اینجور شد، وقتی اینجور شد، همون لحظه شروع کنید، استارتش رو همون لحظه بزنید و ببینید که این قانون 5 ثانیه معجزه میکنه. پس نگید از فردا، نگید از شنبه، نگید از ماه آینده، از همین الان، از همین لحظه شروع کنید. تصمیمتون رو که گرفتید شروع کنید.